در 3 کیلومتری جنوب غربی شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی قلعه‌ای وجود دارد که بر اساس متون تاریخی به جامانده از دوران ساسانیان و اشکانیان است. قلعه جمهور نام دیگر این دژت، اما بیشتر با عنوان قلعه بابک که برگرفته از نام بابک خرمدین است شناخته می شود. بابک خرمدین سردار ایرانی و رهبر گروه معروف به سرخ جامگان بود که در سده 4 هجری در برابر حمله اعراب به ایران در این قلعه بیش از 20 سال مقاومت کرد. دژ یا قلعه بابک در ارتفاع 2600 متری از سطح دریا و در مسیری صعب العبور در دل کوهستان واقع شده است. برای رسیدن به قلعه باید از راهروی باریکی عبور کرد که در گذشته محل استقرار نگهبانان قلعه بوده است. قلعه از سنگ و ساروج ساخته شده است. تنها راه برای رفت و آمد به قلعه بالا رفتن از پله‌ها و دروازه است و سنگ‌ها و صخره‌ها به کسی اجازه انتخاب مسیر دیگری نمی‌دهند و احتمالاً به همین دلیل سالها مقر فعالیت‌های میهن پرستانی بابک خرمدین بوده و لشکریان خلفای عباسی توان ورود به این بنا را نداشتند. بقایای بجامانده از قلعه شامل دیوارهای تالار مرکزی و دیوارهای 7 اتاق است که همگی به تالار اصلی می‌رسند. در قسمت شرقی این بنا نیز دیوار و بقایای چند اتاق و آبنبار وجود دارد. در قسمت شمال غربی قصر هم پلکانی قرار دارد که ظاهراً راه دسترسی به طبقات دیگر قلعه بوده، اما امروز بقایای چندانی از آن باقی نمانده است. دژ بابک در سال 1345 در لیست آثار ملی، تاریخی و فرهنگی ایران ثبت شد و مرمت آن از سال 1376 در دستور کار قرار گرفت. این قلعه امروز یکی از مکانهای تاریخی استان آذربایجان شرقی برای گردشگری محسوب می شود.